روز جهانی مهاجران هر سال در 18 دسامبر برگزار می شود. در این روز به چالش های 272 میلیون مهاجری که از یک نقطه دنیا به نقطه دیگر زندگی را از صفر شروع می کنند پرداخته می شود. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. مهاجرت داستان عجیبی است، از آن داستان‌هایی است که میتوان مطمئن بود شخصیت اولش بی اندازه شجاع است، آنقدر شجاع که توانسته است از همه چیز دل بکند و تمام زندگیش را در یک چمدان بریزد و برای آخرین بار خانه، کوچه، خانواده، عشق و خلاصه همه چیزش را ترک کند و نداند که چه زمانی دوباره به آنها خواهد پیوست. امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجرت است. احتمالاً هیچ کس در سالهای گذشته فکر نمی کرد زمانی برسد که تعداد مهاجران دنیا آنقدر زیاد شود که بخواهند یک روز جهانی را به آنها اختصاص دهند. به راستی دلیل این جا به جا شدن و رفتن از یک جای دنیا به جای دیگر چیست که بسیاری از افراد را وادار کرده از همه چیز دل بکنند و با کوله باری از تجربه و غم از همه چیز خود کیلومترها فاصله بگیرند؟ حقیقت مهاجرت چیزی فراتر از شروع دوباره است. مهاجران در جستجوی امنیت و فرصت‌های دوباره سفر می‌کنند تا بتوانند همه چیز را از صفر تا حتی زیر صفر آغاز کنند. به هر حال داستان عجیب مهاجرت هرچی که هست همه ما را مطمئن کرده که قطعاً سختی‌های خاص خودش را دارد و اصلاً مسیر آسانی نیست. به همین دلیل هم ما فرصت را غنیمت شمردیم تا ضمن گرامی داشته این روز به برخی از حقایق مربوط به آن بپردازیم. مهاجرت عوامل زیادی دارد. به همین دلیل هم میتوان گفت که این پدیده یه خاص یک کشور یا منطقه نیست و تمام جامعه جهانی را در بر میگیرد. برخی از این عوامل شامل نیاز انسان به داشتن امنیت، کرامت و آرامش هستند. با این حال همه ما در نهایت می دانیم که ترک خانه هیچ وقت تصمیم آسانی نیست، به خصوص زمانی که سفر پیش رو به شدت خطرناک و گاهی کشنده باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهاجران در سراسر جهان در 4 دسامبر سال 2000 روز 18 دسامبر را به عنوان روز جهانی مهاجران اعلام کرد. مهاجرت های جهانی همزمان با تشدید و پیچیده تر شدن جنگ ها و درگیری ها به بالاترین حد خود رسیده است. این پدیده به گونه ایست که 1% از نسل بشر را کاملا آواره کرده است. 65% از کل پناهندگان جهان تنها از 5 کشور مهاجرت کردند. سوریه بیشترین تعداد پناهجو را در جهان دارد و پس از آن ونزوئلا، افغانستان، سودان و میانمار در رتبه‌های بعد قرار دارند. ذکر این نکته ضروری است که تعداد پناهندگانی که راهی اروپا می‌شوند به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و تقریبا 95% از نیازها و الزامات اسکان مجدد توسط کشورهای میزبان برآورده نشده است و همین امر فوریت زیادی را ایجاب می‌کند. این در حالی است که 40% از پناهندگان را کودکان تشکیل می‌دهند. روز جهانی مهاجران از آن جهت حائز اهمیت است که همه ما می‌دانیم که جان هر انسانی ارزشمند است و باید به هر قیمتی از حیثیت و حقوق وی محافظت کرد. به همین دلیل هم تلاش‌های بشر دوستانه‌ای که در راستای مهاجرت انجام می‌شود بسیار حائز اهمیت هستند. با این حال بحران مهاجرت می‌تواند هر منطقه ای از دنیا را در هر زمانی تحت تأثیر قرار دهد. به این ترتیب همه سازمان‌های جهانی، کشورها و سازمان‌های حقوق بشری و امدادی باید نقش خود را ایفا کنند تا برای استقبال از مهاجران و پناهجویان زمینه‌های مناسبی را فراهم کنند. علی اکبری، اخبار شیعه. سید احمد شمس، فعال و تحلیلگر سیاسی از آنکارا با ما هم هستند. آقای دکتر، سلام عرض ادب. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، جناب آقای بهنام و بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، در خدمتتون هستم. بزرگوارین، لطف دارید. آقای دکتر، مهاجرت به نظر شما امری مطلوب است یا گاه ممکن است با مشکلاتی روبرو باشه؟ بفرمایید. شروع مهاجرت خب قاعدتا میتونه علل و عوامل مختلفی داشته باشه. شروعش گاهی مطلوب، گاهی مطلوب نیست. منتها اون چی که مهمه
نتیجه مهاجرت هست. گاهی وقتا هستش که انسان با اختیار خودش مهاجرت رو انتخاب میکنه برای پیشرفت از یک شهر کوچکتر به شهر بزرگتر، از یک کشور کوچکتر به یک کشور بزرگتر، یا از یک برای تحصیل پیشرفت و دانش بیشتر، که خب این اختیاری هستش، از همون ابتدا مطلوبه. اما گاهی اوقات همینطور تو گزارش اشاره شده بود، گاهی وقتا بر اثر اجبار این اتفاق میفته، نه تنها در یک چمدان، گاهی اوقات انسان مجبور میشه در یک کوله پشتی کوچک تمام زندگی خودش رو خلاصه بکنه و یک مسیر پرخطر رو طی بکنه برای رسیدن به یک امنیت. من خودم شاهد بودم بارها برخی از مهاجران و پناهجویان زندگی خودشون رو جابجا کردند، با این وضع در یک کشور مستقر شدن، زندگی جدید درست کردن، دوباره زندگی خودشون رو خلاصه در یک کوله پشتی کردند و از مسیرهای سخت و قاچاق برای رسیدن به امنیت به یک کشور دیگه رفتن. اما نهایتا اون چی که مهم هستش علارغم این سختی ها این هستش که نتیجه این مهاجرت چیه و بستگی به اراده خود انسان ها داره. ما بارها دیدیم در بین مهاجران ایرانی و مهاجران افغانستانی، حداقل اینهایی که ما باهاشون آشنایی داریم، بوده یک انسانی که با یک زیر شلواری از کشور خودش گریخته اما امروز نماینده پارلمان یک کشور دیگه هستش، یا یک پزشک فوق تخصص هستش. پس بنابراین به نظرم به اراده خود انسان ها و تلاش هاشون بستگی داره که میتونه نتیجه مطلوبی باشه. بله، نگاه دینی به مقوله مهاجرت چگونه است و آموزه های دینی در این رابطه چه میگویند؟ ببینید، ما چندین آیه قرآن داریم در این زمینه که در یکی از این آیات که سوره 97 سوره آیه 97 سوره نساء هستش اشاره میکنه وقتی بعضی ها رو دارن جانشون رو میگیرن و بهشون گفته میشه شما به خودتون ظلم کردید، میگن ما آدم های ضعیفی بودیم، که خدا میگه مگر زمین خدا وسیع نبود چرا مهاجرت نکردید. همچنین در آیه 218 سوره بقره و آیه 20 سوره توبه کسانی که مهاجرت کردن ستوده شدن. بعد در تاریخ اسلام هم میبینیم با اینکه مثلا در زندگی پیامبر اکرم ولادت پیامبر و بعثت پیامبر اگه اهمیتش از هجرت بیشتر نبوده قطعا کمتر نبوده، اما مبدع تاریخ اسلام چه شمسی و چه قمری هجرت قرار داده شده به خاطر اهمیتی که هجرت داره و بیشترین پیشرفت ها رو هم اسلام پس از اون هجرت پیامبر میبینه. ما در زندگی ائمه اطهار هم نگاه میکنیم، میبینیم تقریبا تمامی ائمه اطهار هجرت رو پیش بینی کردن. صحابه پیامبر اکرم و یاران ائمه علیهم السلام عمدتا از مهاجرین بودن. در تاریخ اسلام هم نگاه میکنیم بزرگان دینی چه در عالم اسلام و چه در عالم تشیع عمدتا مهاجرت کردن و رسیدن به این جایگاه والی. در بین فقهای شیعه از شیخ طوسی و شیخ بهایی و شیخ انصاری و مرزای شیرازی تا آیت الله بروجردی و امروز مراجع تقلید همگی مهاجرت کردن. پس مهاجرت قطعا امری مطلوب هستش و باعث پیشرفت میشه. بله، نقش سازمان‌های جهانی، دولت‌ها و مردم کشورهای مهاجرپذیر در کاهش یا افزایش مشکلات مهاجران چگونه میتونه باشه؟ ببینید، هم انسانها و هم اقوام و کشورهای مختلف از لحاظ روحیات انسانی متفاوت هستند. شما ملاحظه فرمودید ما افراد و گروههای بشر دوستانه زیادی داشتیم که واقعا انسان دوستی و رسیدگی به وضعیت مهاجرین و پناهجویان براشون مطلوب بوده. من نگاه عاشقانه برخی از این خانواده های مهاجر پذیر رو به ویژه در کشورهای اروپایی و کشورهای اسکاندیناوی نسبت بخوام به مهاجرهایی که پدرخواندگی و مادرخواندگی اونها رو بر عهده میگیرن به چشم خود دیدم که واقعا چگونه عاشقانه به یک نوجوان 14-15 ساله ای که پدرخوندگی او رو میپذیرند چگونه نگاه میکنند. و همچنین واقعا در بسیاری از کشورها
ملاحظه میکنیم که مردم اون کشور نسبت به ما به مهاجرین رفتارهای بسیار مطلوب و خوبی داشتن. در همین ترکیه بسیاری از شهرها رو ملاحظه میکنیم که وقتی یه مهاجر یا یه پناهجو وارد میشه، مردم اون منطقه تمامی مواد احتیاج زندگی اون فرد رو فراهم میکنن، یا در عید قربان گوش به میزان یک سال تمام او رو فراهم میکنن. اما متاسفانه این روزها به دلیل استقرار برخی از دولت‌های تندرو به ویژه در کشورهای اروپایی شاهد مهاجرت ستیزی هستیم. قطعا نقش سازمان‌های بین‌المللی و نقش مردم مهاجرپذیر و کشورهای مهاجرپذیر در وضعیت مطلوب یا نامطلوب مهاجران تأثیر خواهد داشت. بله، تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر. سید احمد شمس، فعال و تحلیلگر سیاسی از آنکارا، با ما همراه بودند.